ده مرحله برای رسوندن زن به ارگاسم بهتر یه ارگاسم خوب برای زنت یا دوست دخترت بساز این ویدیو میتونه برای همه مفید باشه سلام مریم هستم کارشناس ارشد روانشناسی از دانشگاه تهران و همینطور مربی حرفه‌ای در آنتاریو کانادا من ویدیوهایی رو میسازم که به شما کمک میکنه بهترین رابطه جنسی و عاطفی خودتون رو داشته باشید ممنونم از پیامهای زیباتون اگر دوست جدیدمون هستید لطفا سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید تا از ویدیوهای من با خبر بشید امروز میخوام ده قدم برای رسوندن یک زن یا دوست دخترتون به ارگاسم شگفت انگیز با شما به اشتراک بذارم لطفا با من همراه بشید به او اطمینان دهید هدف در اینجا لذت و سرگرمی از لحظات زیبا امیدوار کننده و همچنین سعادتمند از لحظه تماس بدن همدیگه است همیشه به یاد داشته باشید که اگر انتظار دارید که او باید در نتیجه لمس شما به ارگاسم برسه شاید اینطور نشه او این انتظار رو احساس میکنه و این خودش توانایی ارگاسمی اون رو مهار میکنه به او اطمینان بدید که شما میخواهید از لحظات شیرین که بین شما هست استفاده بکنید و لذت ببرید و ارگاسم آخرین چیزی هستش که شما هر دو میخواهید به اون برسید آرامش او یک دوست عالی و ارگاسم آرامش هستش بنابراین مطمئن بشید که با آروم کردن کل بدن اون شروع می کنید یقین خیلی سریع به سمت سینه و آلت تناسلی اون نمیرید یا خیلی سریع شروع به نوازش هر یک از قسمت های حساس او نکنید مطمئن بشید که با لمس آرامش بخش نرم و مهربون شروع می و احساس آرامش رو به تمام بدن اون هدیه میدید چون این باعث روشن شدن و آماده شدن او میشه بدن برای رابطه جنسی در آینده نیاز به یک صمیمیت زیادی رو داره واقعا چه چیزی یک زن رو میتونه کمک بکنه که به اون منطقه جنسی یا حتی ارگاسمیک برسه نکته مهم این هستش که یک زن ابتدا احساس میکنه از نظر عاطفی با شما ارتباط برقرار کرده مطمئن هستم که تا اینجای ویدیو رو با من همراه بودید اگر این ویدیو رو دوست دارید سابسکرایب بکنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید ممنون میشم یک پیام قشنگ هم برام بذارید بریم برای ادامه ویدیو به اون نزدیک شوید از نظر عاطفی به اون نزدیک بشید این مرحله رو نادیده نگیرید فکر نکنید که رابطه جنسی فقط به لمس فیزیکی نوازش و استحکاک و مالش بدن مربوط میشه مطمئن بشید که عمیقا در چشمان او نگاه میکنید همچنین در زمانهای مختلف در طول تجربه جنسی خودتون با او در مورد احساسات خودتون نسبت به او و عشق خودتون نسبت به او صحبت بکنین اینجا بدن او باعث میشه که احساس بکنه واقعا توسط شما دیده میشه و با شما ارتباط برقرار میکنه این کار تفاوت زیادی رو در تجربه او در هنگام لمس کردن به وجود میاره به یاد داشته باشید که وقت خودتون رو صرف کنید یعنی وقت بذارید آرام باشید و زمان بگذارید وقتی شما میخوایید یک پارش رو پر از آب بکنید اگر فقط چند ثانیه وقت صرف بکنید یقین اون پارش پر از آب نمیشه و مطمئنا شما نمیتونید آب زیادی از اون پارش به دست بیارید. حالا اگر پارچ آب رو به آرامی پر بکنید و وقت صرف بکنید تا اون آب پارچ پر از آب بشه وقتی اون پارچ رو خالی میکنید مقدار زیادی آب رو میتونید خالی بکنید خب هرچه او در بدنش برانگیخته تر میشه انرژی جنسی بیشتری در سیستم او ساخته میشه پس برای به اوج رسوندن او وقت صرف بکنید تا یک لحظه شیرین شگفت انگیز و تحریک کننده رو بتونید تجربه بکنید سینه های او سینه های او باید بهترین دوست شما باشند. اونها واقعا کلید باز کردن لایه های از تجربه جنسی او رو دارند. تحریک سینه به شما دسترسی عمیقتری از سطوح لذت رو برای خودتون و برای اون فراهم میکنه البته این رو بدونید خیلی سریع به منطقه حساس او نرید چون لایه های لذت رو برای شما کمتر میکنه چون نیاز هستش که شما ابتدا قسمت های بدن اون رو تحریک بکنید و بعد به قسمت های حساس اون برید یک ویدئوی فوقالعاده درباره ماساژ دادن سینه ها ساختم پیشنهاد میکنم حتما ببینید لینک ویدئو رو هم برای شما میذارم شما میتونید از این ویدیو استفاده بکنید برای اینکه یاد بگیرید چگونه یک زن رو به اوج خودش برسونید هنگامی که تمام بدن رو لمس کردید و نوازش کردید و از اون لذت بردید میتونید به سمت کالیتوریس او بروید کلیتوریس او مهمترین مرکز لذت یک زن کلیتوریس اون هستش بنابراین دونستن اینکه دقیقا کجا هستش و چگونه اون را لمس بکنید و زن چگونه لمس اون رو دوست داره قدرت شگفت انگیزی هستش که در دستان شما قرار داره و اگر میخواهید یاد بگیرید ویدیوهایی رو که به شما نشون میدم حتما ببینید لطفا همچنین به یاد داشته باشید که لمس کردن اون برای کمی قبل از دخول کافی نیست. شما باید از قبل تحریک مناسب رو به او هدیه بدید اما همچنین در فواصل مختلف در طول رابطه جنسی تحریک کامل رو به او بدید فقط این به این دلیل که شما شروع به رفتن به داخل اون میکنید این نمیتونه کافی باشه نکته شگفت انگیز دیگه ای که در بدن او م... کاملا باید م... اشراف داشته باشید این هست که شما باید به نقطه جی هم دسترسی داشته باشید نقطه جی جی در داخل کانال واژن قرار داره این نقطه بیشتر در فاصله ای در حدود 5 تا 7 سانتی متر در داخل واژن قرار داره اکثر عظیمی از زنان تحریک جی رو بسیار لذت بخش و سرگرم کننده میدونن. بنابراین اگر بدونید ضعف او کجا هستش یا دقیقا با اون چه کاری انجام بدید اونقدر شجاع باشید که در مورد اون هم به صحبت بکنید و موضوع رو با اون در میون بذارید و بازخورد اون رو بگیرید و کشف کنید که اون به چه چیزی علاقه داره مطمئنا برای شما هم سرگرم کننده و هم شیرین میتونه باشه و هر دوتون رو به ارگاسم برسونه دهانه رحم او دهانه رحم او در دیواره پشتی کانال اون قرار داره دهانه رحم معمولا در حین دخول تحریک میشه زمانی که آلت تناسلی شما به داخل واژن اون میره و از اون خارج میشه تحریک میشه مشکل این هستش که بسیاری از مردان این نوع حرکت رو مکانیکی انجام میدن و یا به طور خودکار بدون اینکه به دهانه رحم محبت و مراقبت مناسب رو انجام بدن ارتباط جنسی رو پیش میبرن بنابراین زمانی که با آلت تناسلی خودتون پیش میرید در ابتدا آهسته تر انجام بدید چون دهانه رحم میتونه نسبت به لمس شما بسیار حساس سر بمونه و به این معنی هستش که او به سطوح عمیق تری از ارگاسم در بدن خودش دسترسی پیدا میکنه بنابراین در حالی که سخت و سریع رفتن قطعا سرگرم کننده هست مطمئن بشید که به آرامی و آهسته پیش میرید مدیریت کنید نکته مهم دیگه این هست که مدیریت کنید لمس کردن مو بسیار مهم هستش که نیاز دارید خودتون آموزش ببینید برای لمس کردن بدن او و چگونه تحریک کردن او اما اون چی که شما همچنین باید با تمام این دانش انجام بدید این هست که مطمئن بشید که کاری که انجام میدید آیا برای او مناسب هست اصلا کار میکنه یا نه آموزش جنسی در نهایت همه ما برای اینکه دوستداران بهتری برای شرکای خودمون باشیم به آموزش جنسی نیاز داریم بنابراین مطمئن بشید که در مورد مهارت های خودتون در اتاق خواب هرگز از یادگیری دست نمی مهارت خودتون رو افزایش بدید قسمت ویدیوهای کانال یوتیوب من رو مرور بکنید و تمام ویدیوهای مختلفی رو که به نظر شما جذاب میرسه انتخاب بکنید و تماشا بکنید ممنونم که تا انتها با من همراه بودید مطمئن بشید که سابسکرایب کردید زنگوله کنارش رو هم زدید دوستان من شما رو به دیدن ویدیوهایی که در انتها پیشنهاد میکنم دعوت میکنم شب و روز خوبی رو داشته باشید دفعه بعد همهتون رو میبینم